درود بر بینندگان برنامه زرتشت. آرتیمی سهورا هستم و همونطوری که تا کنون میدونید این برنامه به آن چیزهایی میپردازه که درباره فرهنگ و تاریخ ایرانه و برخی اوقات هم ما درباره مسائل امروزتر هم گفتگو میکنیم. در برنامه امروز ما میخواییم درباره یکی از مطالب خیلی اساسی، یکی از مفاهیم بنیادین باورهای ایرانی یا در واقع نگاه ایرانی گفتگو بکنیم و اون مفهوم سازندگی یا آبادگریست که ما به طور کلی در زبان اوستایی این رو به صورت خشتره داشتیم. خشتره همون معنی یا به چم سازندگی، آبادگری، شهرارایی و در واقع شهریاری میتونه به کار بره، یعنی کسی که شهر و کشور رو نگه میداره و در حال آبادگری و آبادسازی است و ویریه که در ادامه میامده به معنی در واقع شهر یا کشور. این مفهوم کلی خشتره و ایریه به معنی نگهدارنده شهر، آباد کننده شهر و از مفاهیمی است که همواره برای یک شهریار جز اصول کلی و با اهمیت به حساب می اومده. یعنی یک شهریار دو ویژگی بسیار بسیار مهم باید در باور و نگاه ایرانی داشته، یکی از اونها خردگرایی است و دیگری آبادگری یا آبادسازی است یا نگهداری و نگهبانی از شهر و شهرآرایی است. اهمیت نگاه ایرانیان به مقوله سازندگی تا اونجا رسیده بود که ما یکی از جشن‌های 12 گانه‌ای که هر ماه به اصطلاح ما یک جشن رو داشتیم، یکی از اونها همین جشن شهریورگانه که در واقع از همین واژه شهریور که ماه شهریور هم میاد، از همین واژه خشتره گرفته شده و این آبادگری حتی جشن هم گرفته می‌شده. بنابراین ما امروز رو به این مقوله اختصاص میدیم و در این برنامه با خانم دکتر الیکا بقایی که در برنامه‌های پیشینم با من بودن در این باره یک گفتگوی دو نفره خیلی جالب رو خواهیم داشت. خب خانم دکتر بقایی، یک خوش آمد داشته باشید. نخست درود بر شما و خوش آمد داشته باشید و وارد جستار امروز بشین با هم. منم درود میگم به شما آرتمیس عزیز و همه بینندگان خوب برنامه که امروز در کنار ما خواهند بود تا پایان برنامه و امیدوارم که بتونیم بحث فیلی رو در این برنامه داشته باشیم. دوباره سپاسگزارم. من ازتون میخوام که درباره در واقع مقوله اختیار و انتخاب یا به اصطلاح آزادی گزینش و اون چیزی که ما داریم برای وسعتی که ما داریم برای این گزینش ها، در چه محدوده ای ما میتونیم گزینش بکنیم در نگاه ایرانی و این چه پیامدهایی داره و آیا ما بعد در برابر گزینش هامون مسئولیتی هم داریم و این چه داد و ستدی است که در واقع از سوی اهورامزدا در نگاه ایرانیان گذاشته شده به این اهورامزدا، اون چیزهایی که به ما میده و اون چیزهایی که ما در ازای اون داده های اهورامزدا باید انجام بدیم رو خواهش می‌کنم شما در این مقوله وارد این جستار بشید. این موضوع خیلی جالبه که در تمام باورها و نگاه‌های ایرانی میخواد نگاه دین زرتشتی باشه، نگاه پسا دین زرتشتی، نگاهی در متون زرتشتی اومده و حتی نگاهی که در این متون از باورهای زوروانی منعکس شده و یا حتی کتیبه ها رو که نگاه میکنیم، ما نمودهای از این نگاه در واقع انتخابی به مزدا پرستی و خردگرایی رو ما داریم میبینیم. برای خب من تیکه تیکه نمونه هایی رو از اینجا میارم که
اولین نمونه اون در اسطوره آفرینش هستش. وقتی که ما این اسطوره رو نگاه میکنیم میبینیم که خب در متون، اول در مثلا متون متن بندهش متنی داریم که میگه وقتی که بدی در جهان به وجود اومد، پدیدار شد، حتی فراوهر مردمان برای رفتن به جهان مجبور نبودند و به اونها گفته میشه، مذهب به اونها میگه، اومد به اونها میگه که شما اختیار این رو دارید که یا همیشه به همین شکل در جهان مینوی بمونید و همیشه من شما رو پاسداری کنم، یا اینکه با تن مادی در جهان آفریده بشید و بعد با این تن مادی بتونید با بدی مبارزه کنید، اون از بین ببرید و دوباره بدون بدی در جهان مینوی زیست کنید. این یعنی که و مردم انتخاب کردن اون قسمت دوم، گزینه دوم و بی‌بدی زیستن رو. حالا نگاهی بندازیم به اسطوره آفرینش در ادیان سامی، در اسلام، آینه یهودیت. خیلی جالبه که به روشنی گفته شده که اون وقتی که آدم و حوا در اون باغشون آفریده میشن، درختی که نه درخت ممنوعه‌ای که اونها حق استفاده از اون رو نداشتن، درخت معرفت بوده. یعنی اونها بدون هیچ آگاهی و به صورت دیکته شده در اون باغدن در واقع میزیستن و هیچ اختیاری از خودشون نداشتن. و جالبه که خداوند حالا در متن یهودی گفته شده که این دلیلش این بوده که اگر انسان معرفت رو هم پیدا میکرد، هم پایه خدا میشد و این خداوند رو به خشم می آورد. و موجودی که میاد و این رو، این دو انسان رو آگاه میکنه از این موضوع، یک ماره که در واقع به خاطر این آگاهی هم مار، هم زن و هم مرد محکوم میشن. بسیار خوب. من این چیزی که متوجه شدم از صحبت خانم دکتر بقایی این هست که در آغاز آفرینش، حتی در آفرینش انسان، بین نگاه ایرانی و ادیان سامی همونطور که ایشون هم گفتن تفاوت بزرگ بود. یعنی در باور ایران، نگاه ایرانی، انسان‌ها روانشون وقتی آفریده شد برای آمدن به این جهان آزاد بودن، بیان یا نیان و به جهان خاکی به اصطلاح پا بذارن و تبدیل به جسم مادی بشن. اما در باورهای ابراهیمی انسان این آزادی گزینش رو که نداشت، از سوی دیگر انسان از درخت آگاهی هم نمیتونست میوهی برداشت کنه، یعنی آگاهی رو بتونه، یک سهمی از آگاهی و معرفت رو داشته باشه، و هنگامی که از آن درخت خورد، از بهش هم رانده شد و به جهان، در واقع یک جوری پرتاب شد انگار به جهان خاکی به عنوان یک جور مجازات. پس ببینید از همون آغاز یک تفاوت بزرگی هست بین نگاه ایرانیان و نگاه ادیان ابراهیمی به طور کلی، همشون، مسیحیت، یهودیت یا اسلام یا بقیه اونهایی که حالا مثل بهایت و اینا که دیگه همه مشتقات و در واقع انحرافاتی هم در همینا بودن که ایجاد شدن. این نکته خیلی جالب بود خانم دکتر بقایی، خواهش میکنم ادامه بدید. دقیقا آرتمیس جان. حالا نکته جالب دیگه این هستش که ما حتی در انتخابهای دنیوی خودمون یک انتخاب داشتیم. ما در وندیداد داریم میبینیم که زمانی که به جمشید گفته میشه که تو میخوای پیامبر باشی یا نه، اون اختیار داره که بگه نه، و این انتخاب خیلی بزرگیست. یعنی این که حتی به اورمز ما توان نگفتن داشتیم و اون شاهی رو انتخاب میکنه. خیلی جالبه که در متون دیگری ما داریم که وقتی اورمز میاد و مثلا روان یک قهرمان رو سرزنش میکنه به خاطر آسیب رسوندن به آتش، توهین به آتش،
همه اون آفریده‌های مینوی دیگه اعتراض میکنن به اون است که این عمل شما نادرسته، اون یه قهرمان، این کار رو انجام داده و این یک تند رویه و اون از اون تصمیم خودش برمیگرده. حالا این که گفتم در کتیبه ها خیلی جالبه که ما در کتیبه های فارسی باستان خودمون داریم میبینیم که گفته میشه شاهان هخامنشی مثلا داریوشاه داره میگه من تو را پرستیدم و از تو میخوام که در ازای اون تو هم در کنار من باشه، چون که یک دوست در کنار دوست دیگه قدم میگذاره. این نگاهی هستش که یعنی اون اختیار این رو داره که از مزدا چیزی رو بخواد در ازای اون پرستندگیش یا هر و نگاه دوستانه به اون بندازه. و حتی در آفرینش مینووی زمانی که ما در واقع اون امشاسپندان رو می آفرین اورمز، اونها چرا اردیبهشت رو سرآمد همه قرار میده؟ به خاطر اون معرفتش، به خاطر اون آگاهی، چون که تنها امشاسپندی بود که تونست پاسخ بده که آفرین شما متعلق به شما بود. یعنی اورمز از اون میخواد که خردش رو به کار ببره. در گاهان خیلی روشن گفته شده که زرتوش مثل پیامبر سامی عمل نمی کنه. اون نمیاد بگه که من اومدم تشخیص دادم این راه درسته و شما باید اون رو این راهی که من میگم رو پیروی بکنی، بلکه میاد میگه من شنیدم و دیدم، حالا این یک نوبت شماست، پیش از این که روز واپسین فرا برسه شما بشنوید. و امثال این نمونه ها رو ما در جای جای این متون میخونیم، در حالی که آرتمیس جان یکی از آیاتی که خیلی زیاد، آیه های قرآنی که حتما خیلی زیاد دوستان هم شنیدن در اسلام و خیلی روی اون تاکید میکنن، آیه هستش که در اون لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که انقدر به گوش ما خوندن ما ناخودآگاه حفظم هستیم، در حالی که هیچ وقت ادامه این آیه برای ما خونده نشده. و با تاکید روی این آیه همیشه ما گفته شده که نه، در دین اسلام هم هیچ اجباری نیست. در حالی که در ادامه همین آیه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این اکراهی در دین نیست، برای انتخاب بین خوب و بد نیست، بلکه برای انتخاب، بلکه برای کسانی که در راه راست قدم گذاشتن. در ادامه این آیه میگه زیرا راه راست و هدایت از راه گمراهی و تاریکی جدا شده و کسی که به راه راست رفته باشه از اون بر نمیگرده و هیچ افتادنی در کار نیست. این یعنی اجبار ما نمی کنیم، چون وقتی که به راه راست هدایت شدی دیگه شدی. و در ازای اون خیلی ها پنهان می کنن یا تاکیدشون رو کم می کنن روی ده ها بندی که میاد و سزای کسی رو که ایمان نمیاره، سزای کسی رو که پیروی نمی کنه از دستورات دیکته شده کاملا وارد جزئیات زندگی شده انسان ها در دین اسلام، محکوم به مرگ، جزیه دادن یا به اجبار تقلیدین میکنه. چنین نگاه های رو ما میتونیم مثال بزنیم، مقایسه بکنیم و بفهمیم که تفاوت انتخاب و اختیار در این باورها از کجا تا کجا هستش. درسته. یه نکته بسیار مهمی که ما میبینیم همون جوری که شما اشاره کردید اینه که مثلا در شاهنامه ما میبینیم رستم سرگذشت، در شاهنامه ما بسیار جاها میبینیم که نوشته شده، گفته شده که شما سرگذشتتون رو میتونید خودتون بنویسید، حتی اگر سرنوشتتون رو نتونید یه جورایی عوض کنید. مثلا شما وقتی که مثلا در یک منطقه جغرافیایی خاص به دنیا میای
یا مثلا در یک محیط خانوادگی خاص رشد میکنید یا در یک محیط تحصیلی خاص رشد میکنید، خب اینا یک سری عواملی هست که شما مستقیما درش دخالتی ندارید، یعنی اونا شرایط جغرافیایی، اجتماعی یا حتی سیاسی یا شرایطی است که شما توش بزرگ شدید و کنترلی روش ندارید. این میشه اون قسمتی که شما کارش نمیتونید بکنید، از عهده خودتون خارجه. اما در بقیه قسمت هایی که شما میتونید زندگی خودتون رو، حالا در اون شرایطی که شما قرار دارید، چه اندازه شما میخواید این زندگی رو به میل خودتون، با گزینش های خودتون، با اندیشه ای که خودتون به کار برین، خردی که ممکنه به کار برین، در چه جهت اینو حرکت بدید، دیگه اون میشه سرگذشت که اونو خودتون می نویسید در واقع در زندگیتون. و این در شاهنامه اومده که می بینیم مثلا رستم در قسمت هایی که تصمیم می گیره که چه کارهایی بکنه و از این هفت خان بگذره و به کجا می خواد بره، این رو در واقع داره با گزینه های خودش و با اندیشهی که داره به کار می بره خودش تعیین می کنه، هرچند که ممکنه اون هفت خان در سر راه این آدم گذاشته شده، ولی اون جوری که رستم تصمیم می گیره از اونها عبور بکنه و کارهایی که می بینید در طی این مسیر انجام میده، اون چیزیست که در واقع خودش گزیده، انتخاب کرده و مسئولیتش رو هم خودش به عهده می گیره. جالب اینو ما همیشه ما در اندیشه های ایرانی اون چی که ما میبینیم اهمیتی است که به سازندگی داده شده و این سازندگی فقط ساختن یک ساختمان یا پل یا مدرسه یا یک وسیله یا یک نوع سازندگی این گونه نیست. درسته مثلا کشاورزی در باور زرتشتی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای اینکه یک جور آبادگری است و آبادسازی است، برای اینکه شما زمین رو آباد میکنید، دشتی رو آباد میکنید و این آبادسازی اثر میذاره مستقیم و غیر مستقیم روی زندگی مردمی که در اون ناحیه، در اون شهر، در اون ده، در اون کشور زندگی میکنن و نهایتاً تأثیر این آبادگری ها جهان رو آباد میکنه. شما در اون قسمتی از جهان که زندگی میکنید وقتی آبادش میکنید، بخشی از این جهان بزرگ و این هستی بزرگ رو آباد کردید. دقیقاً درسته که اینها هست، ولی آبادسازی مفهوم بسیار فراتری داره. هنگامی که شما یک چیزی به کسی آموزش میدید، این آبادسازی است. یک فنی که شما بلدید، از یه آشپزی بگیرید باشه تا یه کلاس درس دانشگاه باشه، تا اینکه شما برید در نقاط دورافتاده جهان و شروع کنید به آموزش دادن، تا هر گونه چیزی شامل این آبادسازی میشه. غذایی که شما به یک سری کودک خیابانی میدید و اینا رو جمع میکنید، لباسی که بر تنشون میتونید بکنید در سرما و کوچکترین کارهایی که شما میتونید برای هر همسایتون یا دوستتون یا هر کسی که در دور و بر محیط زندگی ما هست انجام بدیم، همه اینا تو اون مقوله یا اون زیر اون چتر بزرگ آبادسازی و آبادگری میگذره. حالا چرا این نگاه تفاوت داره در نگاه ایرانی با نگاه مثلا مسلمان ها؟ از اینجا آغاز میشه که بنیاد اندیشه اسلامی بر مبنای چپاول، حمله، مفتخوری، استفاده از اموال دیگران گذاشته شده بوده. چرا؟ برای که بنیاد این دین در میان راهزنی، زندگی راهزنی و قبیله‌ای و چادرنشینی عربی گذاشته شده. عرب ها آنچنان ملت سازنده اصلا در درازای تاریخ نبودن. به همین روی هم شما هرگز نمی بینید چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام شما اختراعی، اکتشافی، سازندگی، یک کار بسیار عجیب و غریبی در دنیا دیده باشید که در شبه جزیره عربستان و توسط عرب هرگز انجام شده باشه. در پس از اسلام هم که شما دیدید که تنها با حمله به کشورهای مجاور و چپاول و بردن ثروت از جاهای دیگه این دین در واقع به رشد و نموش و به گسترشش ادامه داد، با چپاول در واقع از جاهای دیگه ثروت دزدیدن، از جاهای دیگه محصولات کشاورزی دزدیدن، زنان رو دزدیدن، سکه های طلا رو دزدیدن، اموال اون کشورها رو دزدیدن و اینها براشون شد مایه ایجاد ثروت، نه تولید واقعی، نه سنگ رو سنگ گذاشتن، نه راه کشیدن، جاده سازی و
در واقع اقتصاد پویایی رو بر مبنای سازندگی بنا گذاشتن. دقیقاً این نقطه مخالف اون چیزی است که در ایران پیش از اسلام شما می‌دیدید. وقتی یک کشوری مثل ایران یا مثل روم یا حتی مثل چین ابرقدرت‌های آن زمان رو می‌بینید یا حتی مصر، اینها رو می‌بینید همش در حال سازندگی هم و اثرات این سازندگی‌ها چه فیزیکی چه غیر فیزیکی در جهان باقی مونده. یعنی از ملت‌هایی که دیدگاهشون آبادگرانه است، آبادی به جا می‌مونده. کشاورزی رو شما در مصر می‌بینید، در کنار رود نیل ساختن اون اهرام بزرگ رو می‌بینید، کاخ‌ها رو می‌بینید، در روم همینطور شما سازندگی‌هایی که می‌بینید از زمین و آسمون، هم معنوی از نظر فلسفه و تکنولوژی و ساینس به دانش و فلسفه، حالا هر چیزی که شما می‌بینید، ریاضیات، هندسه، پزشکی، پیشرفت‌هایی که ایجاد کردن روم و یونان پیش از روم، و در ایران اون چی که می‌بینید، تمام اون چیزهایی که به عنوان اختراع و اکتشافات ایرانیان به جهان، سازندگی‌هایی که ایرانیان کردن چه از نظر معماری، چه مهندسی، چه پزشکی، چه فلسفه و چه بنیاد اندیشه و عقیده و باورهایی که در آیین مهر و آیین زرتشت تونست به جهانیان صادر بشه و چه مسائلی که واقعا ایرانیان ساختن، اندیشه بانکداری، اندیشه پست، اندیشه های بسیار بسیار سازنده‌ای که در انواع علوم گوناگون به جهانیان ارائه شد و همینطور شما در چین میبینید. تفاوت بسیار بزرگی است بین اندیشه های و باورهای سازنده و غیر سازنده. حالا نظر شما چیه خانم دکتر بقایی؟ آرتمیس جان، نکته ای گفتین خیلی 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 جالب بود، به خاطر اینکه اول به همون بحث آخرتون بپردازم که شاید در برنامه‌های پیشتر در مورد روان جمعی من دوست دارم اونو اینطور تعبیر بکنم، یا همون گوشوون که روان زمین میگن. زمانی که در اوستا گفته میشه این نالان هستش و به اون وعده یک انسان نیکوکار، انسانی که کارهای نیک انجام میده و کمک میکنه و مانع کشتار میشه، به اون وعده داده میشه که اون کسی هستش به نام زرتشت یا دارنده اندیشه زرین که بیاد و اون روان را نجات بده. من همیشه در برنامه پیشتر گفتم که تعبیری که میتونیم برای این گوشوون داشته باشیم اون روان جمعی انسان‌هاییست که در یک جا با همدیگه زندگی میکنن، همون تعبیری که خیلی اوقات میگن آب فلان جا رو خورده. ما همیشه میگیم انگار تاثیر میگذاره اون خصوصیات یک نفر دیگه. امروز که ثابت شده حتی انرژی خواب و انرژی خنده میتونه از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل بشه. پس اگر من از خودم شروع بکنم یک سازندگی رو، میتونم مطمئن باشم که در خانواده من، در شهر من، در محله من اون سازندگی دوام پیدا میکنه. و همینطور بوده در گذشته. یعنی ما میبینیم تفاوتی رو، مثلا برای نمونه در باورهای هندی که ما در کلاسمون همیشه صحبتش بودش، با در باورهای هندی به خاطر اینکه سرزمین پربار و پرنعمتی بود، ما میبینیم که در سطح و یک طبقه موندن خیلی راحت پذیرفته میشه، چون اونها نیاز به سخت کوشی نداشتن، چونان که ایرانی ها که در سرزمین های کوهستانی گرم یا خوش زندگی می کردن، برای بهتر کردن وضعیت زندگیشون، وضعیت کشورشون، زیستگاهشون مجبور بودن بیشتر تلاش کنن، بیشتر کار بکنن. و همونطور که گفتیم در شاهنامه هم این موضوع تاکید شده، یعنی حتی در داستان فریدون ما داریم که میان میگه فریدون فرخ فرشته نبود، او دو زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت، این نیکویی تو داد و دهش کن، فریدون تویی. یعنی اینکه ما با عملکرد خودمونه که میتونیم به چنین نگاه هایی برسیم. حالا در مورد یه موضوع دیگه که داشتین صحبت میکردین، چپاول و غارت که در دین اسلام، خب ما میدونیم که باورهای زمینی، با
باورهای ما در واقع دنیایی دین اسلام محدود میشه به حکومتداری، یعنی محدود میشه به سیاست. چون اگر ما در مورد احکام شخصی و فردی جویای یک پاسخ، یک سرنوشت یا چرایی بشیم، همیشه میرسیم به یک سرانجامی که یه وعده رو به بهش یا جهنم یا کشتن یا مرگ یا هر چیز دیگه میده. ولی جالبه که در باورهای در باور زرتشتی ما داریم میبینیم که هر عنصر مینوی معادلی زمینی داره. علت این برابر پنداری این بوده که انسان ها هیچ مرزی رو نذارن. اگر من از آتش نام میبرم یا از ایزد آتش، باید بدونم که آتش رو هم باید احترام بگذارم. من باید به آب همون جوری احترام بگذارم که مثلا به ایزد آماهیتا مثلا. و اینها نمودهایی بوده که باعث میشده ما طبیعت رو تمیز نگه داریم برای حفظ اون و در واقع احترام گذاشتن به اون کوشا باشیم. ما هیچ وقت، همیشه برای ما کشاورز انسان مقدس و انسانی بوده که به نیکی از اون یاد شده و برخلاف اون باورهای اسلامی که به دنبال حکومتداری بوده، ما هیچ باوری از حکومتداری در این ادیان ایرانی ها به ویژه در دین زرتشت نمی‌بینیم. تنها جایی که شاید با این نمودها برخورد می‌کنیم جایی است که در مورد دفاع از سرزمین صحبت شده که میاد و میگه خب اگر کسی به شما حمله کرد در این صورت آروم نشینید، شما هم باید دفاع بکنید از سرزمینتون. و این تنها جایی است که ما می‌بینیم که مثلا شاید کمی وارد سیاست شده باشه. در غیر این صورت ما تمام احکامی رو داریم می‌بینیم که به سازندگی، کوشایی و ساختن جهان و زمین پرداخته میشه. درسته. یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که سازندگی در نگاه ایرانی از درون شروع می‌شده. یعنی این که میومدن میگفتن خشرا یا شهریاری صحبت از این میشد، هم درون شما رو شامل میشد هم بیرون شما. یعنی شما باید از نخست از آغاز درونی خودتون باشه که ساخته سازندگی شروع بشه. از درون میسازید خودتون رو، میایین بیرون و بعد ساختن درون شما جلوه های بیرونی پیدا میکنه. اون وقت شما یه آدم خود، یعنی آدمی که اول خودش ساخته شده، شروع میکنه به ساختن، ساخت و ساز در اطراف خودش. و این نکته خیلی خیلی مهمه. از چه نظر؟ از این نظر که شما هنگامی که در درون خودتون و بیرون خودتون شروع میکنید به سازندگی، خواه و ناخواه از کارهای زشت و ناپسند دور میشید. چرا؟ چون اونها ناسازنده است. یعنی کارهایی است که سازنده نیست و حتی نابودگره. شما هنگامی که برید و دیوار خونه یه نفر رو خراب بکنید، حالا به صورت جنگ، به حالت دعواست، به حالت دزدی، حتی شما برید از دیوار خونه یه نفر بالا شیشه پنجره یه نفر رو بشکنید و وارد اون خونه بشید، شما تخریب و نابودی ایجاد کردید. و در باور ایرانی چون شما نباید تخریب و نابودی ایجاد بکنی، از خیلی از کارهای بد خواه و ناخواه دوری خواهید کرد. و این یکی از مسائلی است که موجب میشه ایرانیان با نگاه ایرانی همش دنبال راه راست باشن، چون راه راست سازندگی برای شما ایجاد میکنه و راه ناراست نابودگری، چه برای شما چه برای دیگران ایجاد میکنه. هنگامی که شما میرید یه چیزی رو آتیش میزنید، هنگامی که یک حیوانی رو میکشید، هنگامی که یک درختی رو قطع میکنید، تمام اینها مخالف هنجار هستی است و مخالف راه سازندگی است. بنابراین هنگامی که باور شما بر سازندگی باشه، خواه نخواه از خیلی از بدی ها شما دور میشید. و این میشه بنیاد سازندگی در اندیشه و منش و رفتار و گفتار انسان ها. وقتی شما دروغ میگید، رفتار ناسازنده است.
چرا؟ چون شما با دروغگویی یا به خودتون یا به دیگران دارید مستقیم و غیر مستقیم صدمه میزنید. من هنگامی که به یه نفر میرسم و بهش راست نمیگم، دارم یک تخریب ایجاد میکنم. این تخریب اگر همون آنی نباشه، در دراز مدت مخربه و اثرات نابودگر خودشو نشون میده دروغ. و برای همین چون سازنده نیست، من اگر دروغ نگم ناخودآگاه وارد راه‌های نادرست بعدی هم نمیشم و ناسازندگی‌های بعدی رو هم ایجاد نمی‌کنم. حالا شما بیاید همینجا تفاوت رو با دین اسلام مثلا مقایسه کنید. در اسلام به صورت کاملا مشخص دروغ سفارش هم شده. در بسیاری از نقاط، در بسیاری از قسمت‌ها شما می‌بینید که میگن تقیه کنی، دروغ نمیدونم مصلحت انگیز، به از راست فتنه انگیز. اینا حرفایی نیست که در باور ایرانی ها بوده ها، اینا حرفایی است که در باورهای وارداتی پس از ورود آیین اسلام به ایران دیده شده. و ما از این نظره که میگیم اسلام در نفس خودش بسیار برای اندیشه و باور و زندگی ایرانیان مخرب بوده. یعنی اسلام فقط یک باور نبوده که وارد ایران شده، تخریب‌های بسیاری در اندیشه ایرانیان، در کردار ایرانیان، در رفتار ایرانیان ایجاد کرده. و همین مسئله دروغ و رفتارهای غیر ایرانی که توسط این دین به ایرانیان وارد شد، به زندگی ایرانیان، به کشور ما و به سیستم زندگی مردم ایران وارد شد، موجب شد که ایرانیان از سازندگی باز بمونن، ایرانیان از پالایش روح و روان و درون خودشون باز بمونن و برای اینکه بقا پیدا بکنن وارد یک مسیرهایی بشن که بسیار خطرناک بود و اثرات مخربش باقی مونده تا به امروز. از سوی دیگه برای که شما متوجه بشید چه اندازه باور اسلامی ناسازنده بوده، مقایسه بکنید میزان سازندگی ایران در پیش از اسلام و پس از اسلام. ما هر روز که میگذره اسناد و مدارک بیشتری در گوشه گوشه جهان از میزان سازندگی که ایرانیان در جهان ایجاد کرده بودند پیدا میکنن. همین چند وقت پیش ما در یکی از شهرهای ایتالیا شروع کردن، یک شهر حتی کوچک شروع کردن و دیدن که زیر زمین در لایه‌های مختلف در ترکیه این بارها پیدا شده، در بخش‌های گوناگون از کشورهای اروپایی پیدا شده. اومدن لایه برداری کردن مثلا برای شهرسازی یا اتفاقات اینچنینی و دیدن در 10-12 لایه اون زیر مثلا سکه های ایرانی پیدا شده، ادواتی از وسایلی که ساخت ایران بوده و در خارج از ایران در اون کشورهای دیگه پیدا شده. جالبه که نشون میده که چقدر سازندگی ایرانیان فراتر از مرزهای خود ایران در قسمت‌های مختلف دیگر جهان دیده شده. همونطور که در دورترین نقاط در ژاپن، در یکی از معابد ژاپن نوشته‌های اوستایی بر دیوارهای معبد دیده شد و واژه‌های اوستایی نشون دهنده این بوده که ایرانیان در اون قسمت، واژه‌ها چقدر زیبا بوده که در دیواره معابد شینتوی ژاپن دیده شده، واژه‌های مانند نیکی، نیک سرشتی، نیک اندیشی، نیک رفتاری، نیک گفتاری دیده شده و واژه‌های بسیار سازنده. حالا شما مقایسه بکنید ایرانیان میخوام بهتون بگم میزان سازندگی. حالا از اون چیزهایی که به دست اومده که شاید یک دهم اون چیزیست که در ایران وجود داشته، مانند پاسارگاد یا شهر پارسه یا تخت جمشیدی که ما میشناسیم، یا بالاخره تیسپون، یا در قسمت در گوشه گوشه ایران بزرگ اون موقع، در قسمت‌هایی که در افغانستان امروزی هست، حتی در قسمت‌هایی که در تاجیکستان بود و در سمرقند و بخارا، شما میزانی که می‌بینید در ایران حتی گذشته اونجا وجود داره بسیار بسیار زیاد بوده و وسایلی که پیدا شده از حتی میتونیم بگیم 4-5 هزار سال پیش بسیار زیاد بوده. از اینها شما در نظر بگیرید، بیاید در دوره پس از اسلامی. حالا شما در گستره 1400 سال
ببینید چی ساخته شده که ارزش جهانی داشته باشه، چه آثار بزرگ به اصطلاح ساخت و ساز میبینید که مردم رو بتونه امروز به حیرت واداره، که آثار 1500 پیش از 1500 سالمون در قبل از اسلاممون واقعا شگفت انگیز بوده و مردم رو به حیرت وامی داشته، مثل شهر سوخته یا در قسمت های دیگه وسائلی که پیدا کردن، و همه اینها یک مجموعه رو تشکیل میده که ما به این فکر میفتیم که واقعا سازندگی در پس از اسلام در خود ایران برای ما ایرانیان چی بوده؟ تقریبا صفر. اگه ما 4 تا و نصفی ساختمان هم داریم از دوران صفویه که اونم ساخته شد برای اینکه جلوی سفرهای خارجی که از اروپا می اومدن ما یک آبرویی داشته باشیم و اومدن و شروع کردن به ساختن اصفهان و یه مثلا 40 ستونی رو ساختن، یه میدان نقش جهانی رو ساختن، یک عالی قاپوی رو ساختن، به غیر از این چند سازندگی که شما در اونجا می‌بینید، اونم میگم به خاطر اینکه آبروی جهانی ایران نره و به خاطر اینکه در دوران صفوی ایران از نظر جغرافیایی گستره بزرگی رو شروع کرد در بر گرفت، شما واقعا سازندگی اصلا نمی‌بینید. حالا نه تنها در ایران، شما برید در خود عربستان نگاه کنید، تا پیش از کشف نفت و تا پیش از اینکه این چاه ویله به اصطلاح نفت در اون کشور سرریز بشه و درآمدی بیاد که واقعا ندونم باید چیکار کنم، و اونم میدونی که سازندگیایی بود که حتی یک خشت و خشتش از سوی خود اعراب انجام نگرفت، تکنولوژی که از غرب رفت، به اصطلاح مهندسی که رفت، و تمام اون سازندگیایی که امروز شما می‌بینید در دور و اطراف مکه و مدینه دیده میشه، تمامش بالاخره تکنولوژی خارجی بود. همین اتفاق در امارات افتاد، همین اتفاق شما میبینید که در قسمت‌های کشورهای دیگر اسلامی افتاده. درست میگم خانم دکتر بقایی، این سازندگی‌هایی هم که ما داریم میبینیم در کشورهای عربی پس از اسلام، یعنی در میخوایم بگیم در این 1500 سال انجام شد، هیچ کدومش در واقع تولیدات یا اختراعات یا اکتشافات اسلامی از سوی جهان اسلامی نبوده، یا ایرانی بوده یا از قسمت‌هایی که مثل مصر که اصلا نژادشون هم عرب نیست و عرب زبان شدن، دنباله همون بالاخره ژنتیک سازندهی که وجود داشت و ملت هوشمندی که در مصر بودن، میبینید یه چیزهایی ممکنه در به اصطلاح دانشگاه الازهر یا اون چیزهایی که ممکنه در این سالها سازندگی شده باشه که بسیار بسیار در مقایسه با پیش از اسلامشون خود اونها خیلی خیلی ناچیزتر و کمتره. آیا این گونه نیست؟ کاملا درسته آرتمیس جان. خیلی جالبه که وقتی که ما نگاه میکنیم به اون چیزهایی که در واقع در گذشته ساخته شده، حتی امروز خیلی از دانشمندان در مورد نحوه ساخت خیلی از اونها شک و تردید دارن، یعنی نمیدونن چه مهندسی با چه توانایی هایی تونسته چنین آثاری رو به وجود بیاره. خب البته ایرانی ها کلن انسان های مستعد و خوشفکری هستن، یعنی ما حتما چیزهای بدی و تازه در دوران پس از اسلام هم داریم، ولی هیچ کدوم اونها رو نمیشه به اسلام ربط داد. یعنی میتونیم بگیم که دقیقا. مثلا ما اون برای نمونه الان به ذهن هم رسیدش، به حمام فیلم کاشان که میبین، اون واژه‌ای هستش که دهان شتر یا چیز شبیه این میگن که فواره مانند بوده درست. و در حوزهای اون وسط جریان پیدا میکنه درست. ما وقتی اون رو میبینیم که ساخته دست انسان ها بوده، هیچ ربطی به اسلام نداشته، یعنی ما نمیتونیم بگیم که اینها رو اسلام به وجود آورده، چون هیچ چیز فرهنگی نبوده. مسجدها رو خیلی ها دوست دارن بگن که امروز اسلام خیلی زیاد به ما کمک کرد، یا خیلی از اون چیزهایی که وجود داره ساخته اسلامه. یکی از اون چیزهایی که روش تاکید میکنن مساجد هستش. بله بیشک مساجد، خیلی از مسجدها شکل‌های زیبایی دارن، ولی جالبه وقتی که در بطن همون میبینیم که این زیبایی مساجد میخواد با نقاشی و نگارگری های اون باشه، ساخته دست ایرانی ها بوده،
میخواد با اون سقف دولایی و گنبدی شکل اون باشه، باز هم ساخته دست ایرانی ها بوده، یعنی باوری بوده به شکل گنبد مانند بسازن و اونو محل پرستش کنن. حتی واژه مهرابه واژه‌ایه که جایگاه مهر بوده. بله یعنی عملا همه اینها خیلی هاش از باقی مانده، یعنی تهمانده ای که پس از تمام تخریب ها و سوزاندن ها و از بین بردن های اسلامی و عربی در ایران انجام گرفت، اون تهمانده ای از تمام اون دانش و فنونی که در ایرانیان باقی موند و خیلی با بدبختی از گذر این حمله اعراب تونست رد بشه و زنده بمونه، اونها شد کاشیکاری هایی که وجود داشت در پیش از اسلام، در پس از اسلام ایرانی ها انجام دادن، ادامه دادن، ساخت مساجد، ساخت گلدسته ها که کاملا در مهرابه ها دیده می شد و تمام اون حالت به اصطلاح اون آبراه ها یا قنات هایی که کانات هایی که ما در ایران پیش از اسلام، همه اینها در واقع نوعی اختراع و اکتشاف و ساخته ها و دستسازه ها و سازندگی های پیش از اسلامی ما اومد که توسط ایرانی ها در کشورهای عرب زبان یا در خود کشور عربستان در بین اعراب واقعی هم نفوذ کرد و در اونجاها به کار گرفته شد و استفاده شد و بعدها به عنوان تأثیرات کشورهای اسلامی یا هنر اسلامی یا معماری اسلامی به مردم معرفی شد، در حالی که تمام اینها از سازه ها و فنون و توانایی ها و هنر ایرانیان پیش از اسلام بود که به پس از اسلام منتقل شد. خیلی این جستار جالبه. وسط صحبت شما یه نکته رو که همینجا یک اشاره بکنیم، احتمالا در برنامه‌های پیشتر هم به این پرداختیم، همین امروز هم اگر کشور مثل دبی که داره امارات داره در واقع شکل پیشرفته پیدا میکنه و حتی خود ایرانی ها خیلی اوقات با تمجید و تعریف اون رو آمریکای کوچک میگن، شهر مصنوعی، در واقع باز هم کار ایرانی ها بوده. یعنی ما سالهاست داریم بودجه کشور خودمون رو میبریم مدن این سرزمین ها خرج میکنیم. بله. و اونها فقط مصرف کنندگانی هستن که با پول ما تونستن یه در واقع سازندگی رو ایجاد بکنن. اصلا نخستین های رایزی که یا ساختمان بلندی که در دبی ساخته شد هتل گلهداری بود که از طرف اون خانواده گلهداری که از گراش لار به دبی رفته بودن و سرمایه گذاری کرده بودن و آدم های ثروتمندی بودن، اونا رفته بودن اونجا و اون هتل گلهداری، نمیدونم چه تعدادی از ایرانیان از سال 62-63 یادشون میاد، من در کودکی اولین باری که رفتم دبی هتل گلهداری بزرگترین هایرایز دبی بود و تنها هایرایز دبی بود و تنها خیابون مدرنی که در دبی وجود داشت که نصفش هم بیابون بود رقه بود که تازه ساز بود و اسفالت کرده بودن و از نصف رقه به اون طرف همش بیابون بود. یعنی من میخوام بگم همون جاهایی هم که در دبی ساخته شد باز به دست نخستین ایرانیانی که رفتن اونجا و ثروتهایی که رفت در اوایل انقلاب و شروع شد به سازندگی ها و پس از اونم که خب بله مهندسین سرمایه‌گذارای اروپایی و امریکایی اومدن و خب هر جایی که شما پول نفتی داشته باشید با جمعیت کوچک مثل عربستان، مثل امارات، مثل تمام شیخ نشین های مثل قطر و کویت و اونها، خب این پول نفتی که اومد و ریخت و با تکنولوژی کشورهای دیگه ساخته شد و به اینجا رسید. ولی واقعیتش رو ما داریم میبینیم که اسلام کلن با هر نوع ساختن و سازندگی بیگانه است و حتی میتونیم بگیم به شدت مبارزه میکنه اون چیزی که شما در زندگی روزانه در ایران میبینید توسط آخوندها که دقیقاً مفسرین واقعی اسلام هم و اون چیزی که نفس اسلامه دارن خودشون به خوبی نشون میدن، مشتی مفتخور که بر سر سفره نفت مردم ایران از مفتخوری و یاوه‌گویی زندگی میکنن بدون اینکه هیچ کدومشون حتی یک سنگ در تمام زندگیشون
روی هم دیگه گذاشته باشن و یک کوچکترین سازندگی کرده باشن. خیلی خیلی جستار خوبی استین. ما در نشست‌های آینده به جنبه‌های دیگر بنیاد و اندیشه ایرانی می‌پردازیم و تفاوتی که نگاه و باورهای ایرانی دارن با باور سامی و ابراهیمی، به خصوص چون معضل امروز ما در ایران اسلام هست، تفاوت اینها رو با هم خواهیم دید. سپاسگزارم ازتون خانم دکتر بقایی و جستار خیلی جالب و گفتگویی که با هم در این برنامه داشتیم. و همچنین سپاسگزارم اردمیز جان که من این فرصت رو دادیم تا در خدمت شما و دوستان باشم. تا برنامه آینده خدا نگهدار. سپاس.